ایران پشتیبان و موافق صلح و یا تخریبگر و مخالف صلح در افغانستان؟ کشوری در همسایگی افغانستان که هر از گاهی از بهر پشتیبانی از گروه های تروریستی در منطقه مورد انتقاد قرار گرفته و صداقت عملش در ارتباط با صلح افغانستان نیز زیر پرسش است. اکنون عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در سفر به این کشور با مقام های ایرانی دیدار و گفتگو نموده و از آنها خواسته که از روند صلح افغانستان پشتیبانیشان را مداومت دهند. تلاش آقای عبدالله برای به میان آوردن اجماع منطقه‌ای برای صلح در حالی است که امریکا بارها ایران را متهم کرده که نمیخواهد در افغانستان صلح تامین شود. نقش ایران در پیشرفت و یا عدم پیشرفت روند صلح در افغانستان چگونه است؟ دیدگاه عملی، واقعی و قابل باور ایران در ارتباط با مصالحه در افغانستان چیست؟ و در نهایت تلاش‌های اجماع خواهانه عبدالله برای صلح کشور تا چه حد نتیجه بخش خواهد بود؟ در این برنامه خط کابل به بحث و بررسی میگیریم. درود بر شما، وقت بخیر. به خط کابل امروز با من محمد ایوب نسیمی خوش آمدید. در برنامه امروز جناب آقای آرش شهیرپور استاد دانشگاه و جناب آقای قاری امید صافی آگاه مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. بسیار تشکر از حضورتان در برنامه امروز خط کابل. جناب شهیرپور صاحب، ایران به عنوان یک کشوری که در همسایگی افغانستان است و بخشی از افغانستان را هم به یک نحو مداخله های سیاسی، امنیتی و از این مسائل می داشته باشه و جدا از او تعداد زیادی از هموطنان ما در این کشور مهاجر هستند، نقشش در روند صلح افغانستان به تمام معنا چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و تندرستی نثار شما، نثار جناب صافی صاحب و تمام ملت شریف افغانستان. یک سلام خاص برای دوستایی که در پشت سر این برنامه زحمت بخش تکنیک دارن میکشن. اجازه بدین یک مقدمه یاد بکنم بسیار کوتاه که تمامی جنگ های کشورها را اگر شما در سراسر جهان ببینین با دو علت همراه بودن. یک علت های داخلی، تعداد زیادی از کشورهایی که با علت داخلی روبرو بودن جنگشان سرانجام یا تجزیه شدن یا اینکه اینها با یک مدیریت بسیار بلند بالای تانسن این علت را بر بچینند. مانند جنگ رواندا در دهه 90 میلادی فوق‌العاده تانسن عامل داخلی بود، قدرت طلبی ها یا حس برتری جویی های دو قوم هوتی و توتسی بود. سرانجام اینم یا تانسن در سودان ببینید تجزیه شد، یوگوسلاوی با 4 5 6 کشور تجزیه شد، پاکستان بنگلادش از بدنش جدا شد. چون عامل داخلی که باشه نتیجش این توی گپ میشه. بعضی از جنگ ها عامل بیرونی می داشته باشند. در عامل بیرونی باز یک مقدار تعقل سیاسی بزرگان کار است. حالا به سوال شما اگر بر بگردم این که چون بحث ما نمی بحث ایران و سفرهای داکتر سب عبدالله است. کاملا. بزرگان افغانستان می دانند که جنگ افغانستان بیشتر از اینکه عامل داخلی داشته باشه، یعنی حس برتری باشه، حزب باشه، ظلم یا ستم ملی باشه که ای باز تجزیه افغانستان مطرح میکنه که الحمدلله ما از این مسئله خیلی دور هستیم. از بود خارجیش ما باید بپذیریم که پاکستان به عنوان یک قدرت اتمی دومی، اولین کشور پر اتمی کشور اسلامی، دومین قدرت پر از لحاظ نفوذ اسلامی در منطقه و به عنوان یک همسایه. حاضر قیاس ایران، هند، کشورهای آمودریا را. حالا این دکتر سب عبدالله و بزرگان افغانستان میدانن که نقش این تمامی کشورهای همسایه ما اینا را حذف کردن نمیتونه، ما اینا را پاک کردن نمیتونه. بنان ما اگر بخواین این همسایه ها میتونن وضعیت خراب بکنن، میتونن وضعیت خوب بسازن. بدلیل این که نقش در این 40 سال بازی کردن در افغانستان دارن، ظرفیت های در داخل افغانستان که میتونن پروسه صلح هم و مشکل مواجه بسازن و میتونن که ایران همراهی بکنن. حالا متمرکز شویم به ایران. از طرفی ایران به عنوان اصل دکتر سب عبدالله چرا ایران سفر کرده؟ شما میدونین که ایران دست کم 40 سال میشه که در تحریم بسیار جدی ایالات متحده آمریکا است و ایالات متحده آمریکا عملا در افغانستان حضور داره. موفقیت و عدم موفقیت آمریکایی ها در افغانستان، یعنی بخواهی نخواهی بالای ایرانی ها و روحی ایرانی ها تاثیر میگذاره. آیا واقعا ایران میخواد که آمریکا در منطقه، آمریکایی که 1 میلیون تومان معادل 2000 افغانی شده، در منطقه آرام باشه؟ قطعا برای ناکام شدن ایرانی ها، آمریکایی ها، ایرانی ها دست به کار میشن. برن دکتر سب عبدالله خواسته اونجا بره که ما را از بدنه این ایران به ایران میخواد تفهیم بکنن با این یک کشور همسایه، از بدنه سیاست های کلان آمریکایی ما را جدا فکر بکنن. در کلیاتش
نقش ایران و تاثیرگذاری ایران در روند صلح افغانستان در چه سطحی است؟ خب ما نمیتونم بگیم که قطعی است، ولی بدون شک نسبی یک مقدار نقش داره، به دلیل اینکه به داخل افغانستان نفوذ دارن. از طرف دیگر هم فقط دکتر سیف عبدالله گمان می است که میخواد برشان تفهیم بکنه که همه حساب ما را از آمریکایی ها جدا بسازید، یعنی حکومت بعدی در افغانستان یا آینده افغانستان، آینده با هم برادر و برابر در کنار ایران خواهد بود. سپاسگزارم. دیدگاه شما جناب صوفی صاحب در امی ارتباط چی است؟ واقعا ایران تا چه حد در بحث صلح افغانستان مهم است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پر سر کی تاسو ته د خورشید نړیوال تلویزیون لیدونکو کتونکو ته د میز ګډونوال ته سلامونه ونه کې هیله وړاندې کوم. ډیر تشکر. تاسو وګورئ چې دا څلوېښت کاله چې په افغانستان کې دا کوم جنگ دی، دا څلور لسیزې دي کې تنها د پاکستان، ایران او پاکستان دي که همیشه مداخله کړې ده او په جنگ کې دی لاس لري. تر ننه پورې په ایران په افغانستان کې هم فرهنګي تعرض کوي، هم جنگي تعرض کوي او د افغانستان نه لاس نه اخلي او په افغانستان کې خپل ډلې ټپلې لري. تاسو وګورئ چې د هغې د صفای فازدارانو هغه مشر چې قاسمي په نامه باندې و راغلی و، زموږ او ستاسو د بامیانو د وزیر والي سره ناست و د سفیر د معاون په صفت باندې، ولې هغه سفیر د معاون نه و، هغه یو د نظامی ډلې یا د صفای فازدارانو مشر و. بیا هغه کس راځي زموږ او ستاسو نن د اطلاعاتو کلتور وزیر په صفت باندې معرفي کیږي. یعنی په دې مطمئنه اوسئ چې په دننه په افغانستان په حکومت کې تر ننه پورې د ایران او پاکستان د ځینې ګاونډي هیوادونو لاس شته او هیڅ وخت دوی نه غواړي چې په افغانستان کې امن او سوله وي. درست. با توجه به شمارشی که در چند بحث شما داشتین، طبیعتا این نمایانگر از این مسئله است که ایران نقش بسیار برجسته در بحث های جنگ و صلح افغانستان داره. درست؟ دقیقاً خبره ده. هم په جنگ کې ایران داخل ده، هم په نور مسائلو کې چې زموږ په کلتور او فرهنګ کې دوی مداخله کوي ایران داخل ده، او په سوله کې هم نقش لوبولی شي. که ایران او پاکستان، جمع پاکستان، جمع هند، جمع نور سیمه هیوادونه چې موږ سره ګاونډیتوب لري، که دوی په افغانستان کې وغواړي او واقعا وغواړي، په اخلاص سره وغواړي، د قدم مخکې کېږي د سولې د خاطره، انشاءالله په افغانستان کې به سوله راځي. خو کاشکې د دوی دغه قدم په صدق او په اخلاص سره وي. دوی په اخلاص سره په افغانستان کې نه قدم دي او نه په افغانستان کې د دوی سولې طرفداران دي. د دوی جنګیالیان اوس هم په افغانستان کې جنګېږي. تاسو دا د هلمند موضوع وګورئ، دوی کېدای شي مستقیما د ایران لاس وي. د فراه موضوع وګورئ، د نیمروز موضوع وګورئ، د هرات موضوع وګورئ. همیشه چې کله سلا یا کوچک د سلا نول کېږي، هغې معنی میډن ایران نوشته وي. ایران په دې کې مداخله لري او حمایه کوي او سپورټوي او تر شا یې ولاړ دي. درست. بسیار سپاسګزارم. جناب شریفسپور صاحب، حالا دیدگاه واقعی ایران در ارتباط به صلح افغانستان چی است؟ ایران نفع خود در افغانستان در جنگ میبینه و یا در صلح؟ من هیچ شکی ندارم که کشورهای همسایه در هر جای از نقطه دنیا اگر کشوری در آتش جنگ بسوزه، قطعا تبعات جنگ به کشورهای همسایه اون کشور خواهد رسید. افغانستان 40 سال میشه که جنگ هست و در این 40 سال بار تمام این فشارها را باید بپذیریم. یک مقدار عملی که ایران میکشه، پاکستان میکشه، این تبعات جنگ مهاجرت است. تعداد زیاد از انسان های این کشور آیا خواسته نخواسته به ایران مهاجر هستند و اونجا فرزندان از اینها به دبستان ها و دانشگاه ها درس میخوانند. در این پاکستان هم حاصل قیاس اینها مهاجر هستند. یک درصد اینها نقش داشتن و داره. اینکه من فکر نمی کنم، عقلی به نظر نمی رسد که مصلحت یک کشور در جنگ کشور دیگری باشه، ولی از روی نیازمندی ها همیشه بین اخف ضرر میپذیرند. اینها شاید یک مقدار در موجودیت ایرانی ها حدس میزنم، گمان میکنم، در موجودیت آمریکایی ها در منطقه، شاید برای اینکه آمریکا را بتونن از لحاظ مادی، نه کشور آمریکا یک کشور پر قدرت است از لحاظ مادی، ولی از لحاظ حیثیتی پایش زیادتر در این گل فرو ببرن، من فکر میکنم یک مقدار کشورهای منطقه خصوصا ایرانی که عملا با آمریکا در تضاد هست، میخواد یک مقدار آمریکایی ها در منطقه پایشان زیادتر بلخشن و حیثیتشان بیشتر باشن. من گمانم این است که همینطور باید یک چیزی باشن. و الهی که
امنیت افغانستان بدون شک امنیت ایران است، امنیت افغانستان، امنیت پاکستان است، کشورهای آمودریا هست. ما باید برای این تضمین بتیم که خاک افغانستان بر علیه هیچ یک از این کشورها استفاده نمیشه. یک، دو، سفرهای دکتر عبدالله پای کشیدن مردم افغانستان از تقابل آمریکا و ایران است. یک، پای سفرهای دکتر سیف عبدالله با پاکستان کشیدن پای مردم افغانستان از تقابل هند با پاکستان است. و از طرف دیگر میخوای به کشورهای آسیای میانه هم برن، این تضمین بدن که حکومت بعدی افغانستان حکومت است که این بستر امنیت داره. کاملا هدف بستر دریای امو البته. درست. صافی صاحب شما موافق هستین آیا سود ایران در جنگ است و اگر چنین است چرا و با چه برنامه و یا تعقل و منطقی یک چنین موقفی را حکومت ایران در بحث صلح و جنگ افغانستان اختیار کرده؟ تصویب گوره این مدد است و مخی مواله چه در پا ایران پا افغانستان که پا جنگ که خپلی گتی گوری دویوی چه پا افغانستان که همیش در خاطر جنگ وی او تنها در امریکا را تک سرانه چه اوس امریکا را غلی در تصویب گوره در سلویه کال چه پا افغانستان که کم جنگ ده دین ایران گتا وری تصویب گوره چه بهترین لاست راولنه د ایران دا د چزما د هلمند سینوب او د نیمروز نووب ایران ته روانې. اگر صلح باشه چی میشه یا کجا میره متوقف میشه؟ افغانستان کې صلح راش، افغانستان خپل یو آزاد خپلواک او مستقل هیواد شو، تلپات صلح پکې وي، من کولای شو چې په ایران باندې خپل یغوب مهار، پاکستان باندې من خپل یغوب مهار، او د پاکستان سره زمون موجود خاورې ده، من کولای شو چې پاکستان خپل د خاورې داوه وکړو، خپل خاوره ترې وغواړو چې هغه صوبه سرحد دا. اوس چې تاسې وګورئ د ډیورنډ کرښه ورځ په ورځ باندې رانږدېدو حالات کې ده، او سیمي خالدار تاویږي ورځ په ورځ باندې حالات، او ایران هم موږ نه خاوره نه ولیده. تاسې وګورئ د هرات دخوانه څومره رانږدې شوي، د تفتانو دخوانه رانږدې شوي، زموږ خاوره نه سي. دوی کوشش کوي چې په افغانستان کې جنگ وي او خپلې ګټې دوی په جنگ کې ګوري. اما بس استفاده از آب که شما میدانین در بس بین الملل و قوانین بین المللی حق تمام کشور هاست که از او مستفید شوند، ولی در یک چوکات قانونی هغه چې نور کشورونه چې دا په نړیوال سطح همان زمونږ د اوبو نه برخوردار کیږي، هغه یو معیار لري، داسې معیار لري چې ما خپله زه د په نیمروز کې یو بشکه اوبه په 500 روپۍ د ایران نه بیرته خپلې اوبه اخلم، په 500 افغانۍ په ما خرڅوي، زه د سکول اوبه نه لرم، دا ترې استفاده کوي. باید معیار شي په اندازه د هغه نړیواله سطحه باندې په نړیوال میکانیزم سره دوی ته اوبه لاړې شي، نه چې زما ټولې اوبه دوی ته روانې وي. بله موضوع، د ډاکټر صاحب عبدالله سفر ته راځم. د ډاکټر صاحب اجازه، بله اجازه باشه جناب صافی صاحب وقفه بگیریم، در ادامه سر از بحث مهمت من میان برنامه کوتاه، در ادامه همچنان با ما باشید. با ادامه برنامه خط کابل خوش آمدید. جناب شهیرپور صاحب، در بحث تلاش های رکاخای عبدالله برای اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان داره اگر متمرکز شویم، در سفر رکاخای عبدالله و ایران داشته از مقام های کشور خواسته که شما به پشتیبانیتان از روند صلح افغانستان مداومت ببخشین. این واقعا به چی معناست؟ آیا ما و حکومت ما معتقد است که اینا پشتیبان صلح هستند در افغانستان؟ خب دکتر سیف عبدالله به عنوان یک شهروند این کشور که یک موقفی حالا دارد، چقدر اون مشروعیت قانونی حقوقی داره یا خیر، ولی یک مسئولیت تاریخی داره در سیاست افغانستان. از 40 سال به این طرف فعال بوده که برای صلح مردم افغانستان و ثبات و آینده نیک مردم افغانستان حرف بزنه، قدم بزنه و سرانجام سفر بکنه. ولی از یک طرف دیگر اجماع داخلی برای رسیدن به صلح به نظر من از همه قدر مهمتر است. دکتر سیف عبدالله یگانه کسی است که میتواند در میان سیاستمداران افغانستان یک مقدار اجماع نسبی را به وجود بیاره. این یک حقیقت است. هر قدر دکتر عبدالله ناکاره باشه، هر قدر بیکاره باشه، هر قدر ناتوان بوده باشه در بحث های انتخاباتی و بودنش در ریاست قبلیش، حالا بحث یک مقدار امی کاریزمایی را داره که شخصیت های سیاسی در اطرافش جمع شدن. من فکر میکنم با درک این مسئله دکتر عبدالله خواسته یک مسئولیت تاریخی خود ادا بکنه. اجماع داخلی را این میتونه شکل بده و سرانجام خواسته که یک اجماع منطقوی داشته باشه. جنگ افغانستان بیشتر در مقدمه یاد کردم که یکی از جنگ هایی است که
علتهای بیرونیش بیشتر از علتهای داخلیش است. بنان علتهای داخلی همو تضادها و اختلافاتی که یک تعداد میخوان دامن بزنن، کلان بکنن، مذهبیش بسازن، زبانیش بسازن، سمتیش بسازن، ولی عملا دیدن که مردم افغانستان بسیار کم علاقه دارن بر بحث‌های مذهبی و بحث‌های زبانی و تباری اینها. یک تعداد انسان‌های مریض کجرفتاری میکنن. عامل بیرونی تاکید زیاد میشد. عامل بیرونی دکتر عبدالله درک کرده و میخواد که سفر داشته باشه و سفرهایش در امین میبره است. در بحث نتیجه چقدر منتج به حمایت واقعی ایران از روند صلح افغانستانی تلاش ها خواهد شد؟ خب در ایران پیشتر یاد کردم شما ایران داخل یک پرانتز بگیرین، داخل یک مقدار قابل بحث و بررسی باشه. بسی پاکستان، بسی کشورهای بسیار دریای آمو، اینها یک مقدار متفاوتر از ایران هستند. ایران پیشتر باز پیشتر یاد کردم، حالا تاکید میکنم که ایران در تقابل با آمریکایی هاست و برای ناکام بودن آمریکایی ها هر کاری که در افغانستان بکنه بر مردم افغانستان قطعا نیست. ما با ایران زبان مشترک داریم، ما با ایران دین مشترک داریم، ما با ایران تاریخ مشترک داریم و ما با ایران یک آینده مشترک خواهیم داشت. ایران غیر قابل انکار است. شما بازارهای افغانستان رو ببینید، اگر دانشگاه ها باشه و مکتب ها، همه رو ببینید که ما از لحاظ فرهنگی پیشتر صافی سیبیات کردن. تمام کتابی که داریم، نوشته ای که داریم، تحقیق می کنیم، این از این قسمت ما از ایران برای ما خدمات زیادی داشته و داره. ترجمه و غیر این بحث های کتاب باشن. از لحاظ سیاسی به مردم افغانستان چقدر مفید واقع خواهد شد، این یک هنر سیاستمداران افغانستان است که هر زمانی که توانستن پای افغانستان از تقابل ایران و آمریکا بکشن، بله ایران به جهت مثبت عمل خواهد کرد و الا که تا زمانی که احساس بکنه که مردم افغانستان وسیلهش باشن برای اینکه بتونه آمریکا را فشار بیاره، ما متاسفانه ما قربانی خواهیم بود. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. حالا افغانستان در کجای کار جنگ و صلح منطقه است؟ حداقل در بحث ایران در تقابل با ایران است یا در موافقت با ایران؟ و در کنار از این چقدر نتیجه بخش خواهد بود تلاش‌های رکاقای عبدالله برای اجماع منطقه‌ای میکنه؟ ما اگر مخ که تاسو ته ویل چې زه راځم ډاکټر صاحب موضوع ته، ډاکټر صاحب عبدالله موضوع ته، ډاکټر صاحب دی باید اول په افغانستان کې خپل منځي او ملي اجماع ولري. تاسو وګورئ دا کومې برنامې چې نن حکومت په لاس کې لري، دا د افغانستان یو نیمګړی حکومت شته دی. دا چې کومې په لاس کې لري، د دې مخالف په افغانستان کې ځینې سیاسون دي، ځینو سیاسي څیرې دي، مدني فعالان دي، ولسونه دي. علت دی باید موږ د افغانستان د 30 کلن جنگ تعریف ته لاړ شو چې موږ ولې خپل د منځي اول د اختلافات نه حلو. راځئ زوی ما ډاکټر صاحب عبدالله چې پاکستان ته سفر کوي، یا یې هند ته وکړو، یا اوس ایران ته روان دی، راتلونکي کې نور هیوادونو ته ځي، رید شي اوله په افغانستان کې دی د سیاسونو سره کښېني. او د سیاسونو نه مې غوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله اوس که هر څنګه دی، یا ناکام سیاست مدار دی، یا موافق سیاست مدار دی، یا نه دی، خو د افغانستان سیاسون دي ورسو سره کښېني، په افغانستان په داخل کې دي، یو تفاهم ته ورسېږي. اما یک اجماع کلانی که در افغانستان وجود داره ای است که همه صلح میخواین، آیا کافی نیست؟ ګورئ صلح ګوره دا موضوع نه ده چې افغانستان ټول ولسونه او ملتونه صلح غواړي، با عزت صلح غواړي. هغه صلح نه غواړي چې د دوی په سرونو باندې بیا معاملې وشي، لکه دا و چې د افغانستان د ملت زما د سرتیری زما د امنیتي ځواکونو په سر باندې معاملې روانې دي. پس چه کسان موافق اجماع داخلي در بحث صلح افغانستان نیستن؟ مخالفین کیا هستن که نمیخواستن؟ مخالفین تاسو خپله وګورئ، هغه کسان دي چې د دوی مخالفتونه کوي، په رسنیو کې هم کوي، په سوشل میډیا کې هم کوي، په افغانستان کې په غونډو کې هم کوي، مجالسو کې هم کوي، برنامې نیسي، د دوی مخالفتونه کوي. تاسو وګورئ اول د افغانستان دا کوم ترکیب چې د هیئت مذاکراتو تللی دی په قطر ته ده، دا افغانستان شموله نه ده. ګورئ د افغانستان هر ملت هر وګړی سوله غواړي. تاسو وګورئ د سولې مخالفتونه څوک دي؟ د افغانستان په حکومت په دننه، د افغانستان د حکومت په دننه کې ځینې کړۍ شته چې د افغانستان د حکومت په اولین نه دومین درېمین کس د افغانستان په راز د حکومت کې دی چې د هغې د سوله ګواښوي، سوله نه غواړي په افغانستان کې. موږ افغانستان هر وګړی هر پرد افغان دې ته تګ لري چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. هغه سوله کاملا. اما در بحث اجماع داخلی و بیرونی پیشتر شهیرپور صاحب هم اشاره کردن که ما در داخل مشکل کلان نداریم، بحث جنگ و صلح افغانستان بیشتر ارتباطش به بیرون است و سرنوشتش از بیرون تعیین میشه. از او جهت اجماع منطقه‌ای مهم است یا اجماع داخلی؟ زویم اول چه سو اجماع داخلی جوره نشی،
ما ته بیرونی نه اجماعیت په در نخوری اول چې منګه سره خپل جوړ نشو خپل چې څو منګه سره خپل یو نشو ګوره په افغانستان کې مخکې واستازم دا د خبرې ته اشاره وکړه ما دلته قومي تعصبات اوس په افغانستان کې شته فرهنګي تعصبات اوس په افغانستان کې شته مذهبي تعصبات اوس په افغانستان کې شته موږ څو یو واحد افغان د یو واحد افغان د یو کور نه هواز او چت نکو چې موږ ټول افغانان په مشترک باندې صلح ته تګ یاست صلح غواړو په افغانستان کې صلح ممکن ده تشکر جناب شهیرپور صاحب این نقد را که جناب صافی صاحب میکنن چقدر وارد است و چقدر دقیق است مثلا فشرده چون در لحظات پایان است خب در ارتباط به این که ما اختلافاتی داریم در داخل افغانستان مشکلی ندارم که یک دست از انسان ها هستن که ما را میخواین وارد یک فاز دیگر جنگ بحران بکنن عملا شما در 5 6 سال اخیر دیدین که تک خانه هایی از برادران اهل تشیع ما مورد حمله قرار گرفت باشگاه های ورزشی شان آموزگاه های علمی شان ولی دیدن که دیگر اقوام مرد افغانستان رفتن به اونها خون دادن و همدردی کردن یعنی اونها اگر عمل متقابل نشان میدادن یعنی ما وارد یک جنگ دیگری داخلی با بودی داخلیش میشدیم سرانجام اون نوع جنگ تجزیه افغانستان هست من باور من ایست که ما در داخل مشکلی نداریم گپ آخری این که اگر ایالات متحده آمریکا تصمیمش را بگیره ایت یک فرد در افغانستان نخواهد بود که یک تصمیم آمریکایی ها را کنار بگذاره و یک بدیل از رو پیشنهاد بکنه سرانجام دکتر عبدالله با برنامه هایی که داده در پیشروی افکار منطقه را میخواهد تغییر بدهد تا بستر باز شود برای تصمیم آخری ایالات متحده آمریکا. بسیار تشکر. نتیجه تلاش های اجماع خانه آقای عبدالله در نهایت چی خواهد بود و در ضمن آیا واقعا آمریکا میخواهد که صلح بیاید در افغانستان و کسی هم در برابرش نخیزه یا خیر شما مخالف است؟ بسیار کوتاه اگر لطف کنید. په افغانستان که آمریکا کوشش کوي چې صلح راشي. آمریکا په افغانستان کې ناکامه ده. و تلاش های آقای عبدالله چگونه نتیجه شده؟ زده دکتر صاحب عبدالله دقا تلاشونه که پا دسی یا 50% پا نیک فال بولم خوزویم چه اول داخلی اجماع را منست نکی دست موافقه نده اول باید من خپل منز که سر جور شد زده ازم یو خبری تا پا اون اول اورز مانده دو جمعه پا اورز مانده دو جنرال صاحب رازیق تلینو پا لوی جرگا کی دا کلا چه باقی بالا تا جگه که دل تا ارون ولار و مخالفتی که نیه وقتل چه کسان لار شد ګورې په افغانستان کې مخکې به ستاسو ویلې چې موږ داخلي دغره ستونزه نه لرو ولې شته داخلي ستونزه ځینې هغه کسان شته دي چې رواني تکلیف لري چې په افغانستان کې نه غواړي یو متحد یو واحد افغانستان اوسېږي او افغانستان ته یووالی او متحدتوب راولي نه دوی په افغانستان کې اوس هم ځینې کړۍ شته دي مخالفتونه کوي قومي هزارګان د پښتون سره مخالفت د پښتون د تاجک سره مخالفت کوي تاجک د ازبک سره مخالفت کوي متاسفانه چې څو دا سره یووالی نشي یو نشي په یو اتفاق یو اتحاد په یو ټغر کې نه په افغانستان کې تشکر سپاسګزار سم جناب آقای قاری امید صافی آگاه مسائل سیاسی و جناب آقای آرش شهیرپور استاد دانشگاه ممنون شما و از شما بینندگان عزیز نیز سپاسگزار هستیم که ما را دنبال کردید وقت بخیر